ولی یه 4-5 روز اصحاله اصحاله؟ خب من که فضله خوبی دارم میبینم، یه اصحال نیم صبح که اینجا به کف داره خباب داره یا خیلی نفسش الان خیلی بهتر شده نفسش این یه فضله خیلی نرماله این نرماله آره. صبح اگر یه ذره آبکیه یعنی اینکه شب جای سرد بوده، شب جای سرد کولر یه جوریه که خیلی یه اتاقی که کولر نداره روش این همیشه هست مثلا زمستونه یه پتو این مسافرتی نازخان روش میزنه با پتو هیچ وقت نمیشه دما رو بالا برد خب بعضی خودشونو گول میزنن پتو رو میکشن روش با خیلی رجیرن کولر رو میزنن خب در صورتی که وقتی صبح میری دست میکنی اون تو میری از همه جا سردتره درست نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی همیشه پتوری که میکشی رو قفس توی قفس سردتر میشه بعد دور چشاش یه ذره جدیدن اینجوری شده یه حالتی کبودی داره زیاد خمیازه میکشه یه حالت خمیازه کشه هم خوب زدن داره اینجوری سرشو بالا پایین میکنه بالا پایین اینجوری اینجوری میکنه این جلیش تکون میخوره منوارو بالاشو میبره بالا چون خوب زدن رو به اینجوری جلو باشه با چپ و راست خیلی فرق داره رو به جلو باشه از نشونه های بلوغه که میخواد ابراز علاقه کنه قضاشو بالا بیاره یه نفر رو پیدا بکنه به اون بده ولی اگر به چپ و راست کله رو تکون بده و اوق بزنه نشونه خطرناکه میتونه از مسمومیت های کوتاه گذرا باشه تا مسمومیت های کشنده جدی که همراه با اسهال خونی میتونه باشه مثلا گیاهان آپارتمانی خوردنشون توی پرندهی که بالغ شده مثل این میتونه نه ضبط کنم البته شاید فیلمشو گذاشتیم هم توی اینستاگرام ولی ضبط هم بکنی ایراد نداره خمیازه که میکشه زیاد هم این کار انجام ده منوار بارشو باز میکنه خب تا حدی طبیعیه روزی چند بار؟ شاید 7-8 بار ببین اگه از یه حدی بیشتر باشه چند تا نشونه هستش یکی اینکه اکسیژن به اندازه کافی دریافت نمیکنه یا سینوساش و کیسه هواییش و دستگاه تنفسیش یه مقدار ایراد داره پیدا میکنه الان باید بیاد بیرون بالبال بزنه من ببینم وقتی خسته میشه چقدر اکسیژن میتونه رد و بدل بکنه بعد پراش هم نگاه کنید مال پاهاش نمیدونم الان چند وقتی اصلا در نمیاد تخمه نسبتا تازه است همیشه تخمه که میگیری مطمئن باشو که اینجوری مغزش یه ذره به نرمی بزنه اصطلاحا تو بازار میگن تخمه گازدار تخمه که خشک شده اصلا اونو به توتی ندید یه مقدار ارزون تره ولی خیلی کشنده اینم تخمش خوبه چون همیشه توی. خوبه سوراخ نداره و نسبتا هم مغز داخلش نرمه آره رو دست نمیاد نه؟ چرا؟ یه زمان تو بد اخلاقه دیگه دست چند ساله داریش؟ 2 سال و نیم؟ من 2 سال و نیم دارمش ولی دوست قبلا پیش دوستم بود که اون 14 سال داشته دقیقا 2 سال و نیم داریش؟ بله 14 سال الان یه مدتیه که با من میونش خوب نیست با برادرم میونش خوب شد و من میزنه اصلا دنباله من میکنه و من میزنه قبلش گفتی چند سال داشتنش؟ 14 سال ها 14 سال اونو داشتن 2 ساله این شما داشتن اینم چرا اینقدر حدس هم همیشه دقیق میگم اینا 7 ساله فکرم گفتم 2 ساله نه نگفتی این بالش هم نگاه میکنید حالا من یه ذره حساس هم خوب نمیبنده داشتم من چند بار ببین من چیزی که از اولش ناراحتم کرد اینه که بین پاهاش روی ساقش پرای قرمز هست این میتونه نشونه های بدی باشه پرنده قرمز موقعی رویش میکنه که پرنده کمبود ویتامین A و D و مواد معدنی و کلسیوم و کلی چیزهای دیگه که اصلا معلوم نیست کدومشونه یه کمبود از اون مواد مغذی توشون باعث میشه که به این صورت در بیان و شما باید سعی بکنی که این علتش رو پیدا بکنی برطرف بکنی که از کدوم خانواده ویتامین ها و کدوم دسته آمینو اسید ها و اینا کم داره که یه همچین اتفاقی افتاده مواد مینرالی خیلی گستردن باید حتما جیره غذایش رو گسترده تر کنی علتش رو پیدا بکنی ببین تخمه بهش ندهم اصلا عصبانی میشه در صورت تخمه زیاد براشون خوب نیست
بعد اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ اسم راما. راما اسم هندیه. سارا قبلیش راما یانا هم بلده بخونه؟ نمیدونم. ساراسواتی سارا یانا. سارا قبلی سنگ خوب بوده، ژاپن بوده. اونجا بوده؟ بله هندم بوده. پس باید راما یانا بلد بشه. یه بلا اینکه با من بد شده دلیلش چیه؟ نه اذیتش کردی نه کارش کردی. یه روز رفت بغل برادرم و بعد از اونم دیگه شروع کرد مثلا دنبال من کردم و به این صورتی مثلا منو میبینه حمله میکنه برای زدنم. اینا روابطیه که بین شما و توتیتون اتفاق میفته. من اصلا نمیتونم اینجور چیزا رو نظری بدم که بتونه کمکت بکنه. باید سعی بکنی. الان گفتی چی؟ چرا شروع کرده با شما بد شده؟ دنبال کی کرده؟ چی شده؟ به برادرم وابسته شد منو میزنه. بی خودی همینجوری؟ بی خودی اصلا نه مشکلی نه چیزی. خب دوست داره اینجوری باشه. توتیا بیشترشون دوست دارن یک شناس باشن، یه نفر انتخاب بکنن. شاید برادرتون وقت بیشتری داره، شاید برادرتون ببخشید از شما خوشگلتره. اینا به کسی که مثلا ریش کمتری داره یا اینکه صاف و صوفتره بیشتر علاقمند میشن. علتش رو باید پیدا بکنید. مثلا من یه بازیگر خیلی معروفی بود که یه ذره زشت بود، میمد اینجا من هی مرغمینا و توتی میگرفت، میگفت امید چرا اینا از من بعد خوششون نمیاد، دلشم شکسته بود اصلا، بعد ریش و زشت و اینا اینجوری بود. بعد هیچ وقت هم روم نشد بهش بگم، ولی میگفت فقط میبرم با خانم بچه ها خوبن، با من خوب نیستن، آخرم دیگه نخرید. به هر حال این اتفاق میفته، نه اینکه خودش انتخاب میکنه. الان برای پاشنو باید آزمایش چیزی بدیم، کاری باید بکنیم. پاش نه، آزمایش نمیخواد. پر قرمزش نمیتونی اینطوری متوجه بشی، فقط باید سعی کنی تغذیهش رو تغییر بدی. این الان تغذیهش میوه‌جات مثلا در طول روز جوانای گندم مثلا عدس ها پرت نمیدونن، لپه میوه، سبزیجات، همین چیزا مثلا به نوبت روزانه میخوره. یه برنامه‌ای هم بود که از شما گرفته بودیم که مراعات میکنیم. حالا یه با رو دستت نمیاد یه بال بال بزنه؟ نه دست مگه بیاریمش الان بیرون، چون خودش هم ترسیف بکنم. بیشه رو دست بیاریمش، خیلی خوبه. راما بیا 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 راما بیا چی نه ترس نه ترس خوشگیرم نه ترس گوش گاز میگیره؟ من وقتی گوشم رو گاز میگیرم حالم جا میاد. بعضی موقعای مواردی میگیرم. بوس بده بوس بده. بوس بده بوس بده بوس بده. آی برو تو قفس، برو. خوبه ولی. ولی بذار بیشتر تحرک داشته باشه، تو خونه بچرخه و اینا. بال بزنه. بیشتر زمین رو میره و خرابکاری میکنه، یا بالای در رو وای میسه در رو میجوه. آها در رو میجوه، خیلی اخلاق بدیه. مسواک رو ور بیدارم به جوانو، در به جوانو، نمیدونم موبایل رو، تمام این بالای در رو ما الان کنترل رو اینا. وای بدتر از همه موقعیه که پلاستیک دور یخچال رو میجوهن، خیلی بد میشه. من یه توتی داشتم این سبزه و اینو خیلی بد بود، سیمای بر رو میجوهی فقط. خیلی خب، ولی من اینو کامل دیدمش، خدا رو شکر. به غیر از اون مشکل پرای قرمزش و یه مقدار سوء تغذیه که دیدم، مشکل دیگه ای ندیدم توش.